أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء والصلاة والسلام على رسوله محمد. المعيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من خير عوانه وأنصاره. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان حسن. گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم میلاد مبارک و پر خیر و برکت سبت اکبر کریم اهل بیت امام مجتبی علیه افضل و صلوات المسلین را معذر آقا و مولا من صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و خدمت همه شما حضار محترم خواهران و برادران التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان که در جلسه حضور پیدا کردیم در این لحظات ویژه و استثنایی و با معنویت از محضر همه اجازه بگیریم، مخصوصا علمایی که در جلسه هستند. حدودا نیم ساعت بیشتر به اذان وقت داریم، از برنامه های قبلی استفاده کردیم. در این فرصتی که باقی هست هم از اخلاق امام مجتبی علیه السلام نکات را عرض میکنیم و هم برای شناخت و معرفت من با شخصیت آقا و با عظمت و با عمق اون عزیز الهی انشاءالله نکات را مطرح میکنیم. چون ماه مبارک رمضان ماه ویژه است، ماه رحمت و مغفرت و برکت است. بعد نیمه ماه مبارک رمضان که امشب شب نیمه ماه مبارک رمضان است و یوم ولادت آقای امام مجتبی، خلاصه ویژه شده. قرآن در ماه مبارک رمضان بیشتر تاکید شده که ازش استفاده کنیم، بایش اونس داشته باشیم. من یک نکته قرآنی عرض میکنم، از اونجا وارد میشیم خلاصه برای صحبت کردن پیرامون هر دو موضوع. شما آماده اگر هستید یک صلوات بفرستید. شنیدین سب جایی رو میگن که جلب آب میگیرن نمیگیرن؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. بعضی هم معتقدن و تجربه هم شده اگر کسی خلاصه این آیه رو بخونه از جلب دشمن عبور بکنه، بعضی ها تجربه کردن معروفه، خلاصه دشمن، البته بستگی به شرایط داره، به اخلاص افراد داره، خلاصه اونو نمیبینه. سد یعنی یک چیزی که همه چیز میبنده، نمیبنده. سدای معروفه در دنیا، من بعضی سد رو دیدم خیلی پشتش آبه. کلمه سدید، سد در رابطه با جلوگیری از آب، مثلا از بعضی از اقلام دیگر یا انهای دیگری، موادی که در حال حرکت از جریان است، یه جایی رو میخوام ببندن سد میشه. اما کلمه سدید در رابطه با صحبت داخل قرآن وقتی شما مراجعه کنید دو بار بیشتر این کلمه استفاده نشده، کلمه سدید. یک آیه که الان خدمت شما عرض میکنم درباره سدید در سوره مبارکه احزاب 33 سوره قرآن آیه 70، بعض
نوشتن هر وقت پیغمبر منبر میرفتن این آیه رو میخوندن. حالا من قطعی نمیگم ما چون ما این مبارک رمضان رو احتیاط میکنم، اما جزء آیاتی بوده که پیغمبر خیلی میخونده، مضمون بعضی از روایات هر وقت رو منبر نشسته خونده و اون آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، انشاءالله آماده هستن دیگه، و قولوا قولا سدیدا. آیه 70 سوره مبارکه احزاب، احزاب 33 سوره قرآن است، آیه 70 شمینه، ترجمهش این میشه، میخوام ترجمهش خوب گوش میدین: یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آوردین با تقوا باشین، و قولوا قولا سدیدا، هر وقت حرف میزنین حرف استوار بزنین. به ذهن آدم اینجوری میاد که اولین یا قویترین، خلاصه بارزترین علامت انسان با تقوا گفتن سخن استواره. سخن استوار یعنی هم از نظر علمی، هم از نظر به اصطلاح حفظ همه جوانه، هم استواریش به صداقتشه. یعنی یه آدم با تقوا اون آدمی است که حرفش خدشه نداره، ضعف داخلش نیست. این آیه در سوره مبارکه احزاب پیغمبر بزرگوار اسلام این آیه رو خیلی تلاوت میکردن، خیلی. دوبارم بیشتر توی قرآن کلمه سدید نیامده، سد غیر از سدیده، سدید یعنی حرف استوار. شما مثلا سخنان بوعلی سینا رو اگر مطالعه بکنیم، شیخ الرئیس ابن سینا، سخنانش مندگاره، در رشته هایی که تخصص داشته، حتی در موضوعات اجتماعی، مثلا سخنان بعضی از رهبران تاریخ بشر سخنان استواریه، تا امروز نتونستن کسی خدشه بگیرن. سخنان اهل بید علیه مسلات و سلام مطلقا همینطوریست، گاهی میفرمودن شرق برین غرب برین برین، شرق او غربا، شرق میرین برین، غربا میرین برین، لا تجد علما صحیحا، علم صحیح را پیدا نمیکنن مگر چیزی که از پیش ما خارج میشه. پس سخن سدید یعنی سخنی که کس نمیتونه به اون نقد داشته باشه، همش به نفع مردمه. یکی این آیه، یه جای دیگه هم هست تا به سخن امام مصطفی علیه الصلاه و السلام برسیم، اون دومیش هم اگر میخواین بشنوین صلوات بفرستین. اللهم سوره مبارکه نساء آیه 9: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتق الله ولیقول قولا سدیدا. ترجمهش اینه: کسانی که فکر میکنن خودشان از دنیا برن، فرزندان ناتوان و ضعیف از خودشان به جا میگذارن، اینا باید چه کار بکنن؟ یکی از دستورات اینه: فلیتق الله، باید با تقوا باشن، سخنی که میزنن سخنشان سخن استوار باشه. یعنی اگر میخوای آینده فرزندانی که از اونا احساس خطر میکنی، احتمال میدی اونا بالاخره به مشکلات گرفتار میشن، آینده اونها تضمین بشه، تأمین بشه، با تقوا باش. حرفایی را که الان میزنی نسبت به دیگرا حرفات محکم و استوار باشه. حالا تفسیر این آیات وقت خوانده میشه، بعد خلاصه کلمه سدید در اونجا بیشتر برای ما و شما جلوه میکنه. من فقط دو تا آیه که در قرآن کلمه سدید داشت برای رفقا عرض کردم. حالا میخوایم بریم سراغ آقای امام مصطفی علیه الصلاه و السلام. آقا این مفهوم در یک عبارت بسیار جامع بیان میکنن، میفرماید که سخن سدید کدام سخنه، راه استوار که خدشه داخلش نیست کدام راه است. فرمود از صدا دفع المنکر بالمعروف. خیلی جمله قوی است. الان میبینید یکی از بحث های امروز بحث امر معروف نهی از منکر است دیگه، نیست؟ و
و ما طرفدار امر معروف نهی از منکریم. و امر بالعرف ونهی عن المنکر و اعرض عن الجاهلین، امر معروف بکن، نهی از منکر بکن، از جاهل پرهیز بکن، دوری بکن. حضرت فرمود این کلماتی که در قرآن آمده سبی، اون سخن استوار کدام سخن؟ ما بیاییم فقط سخنرانی بکنیم و خیلی وقتا سخنرانی ها تأثیر نداره. ای به مردم ها بگیم، فقط راهکار نشان بدیم. حضرت فرمود حرکت استوار، سخن سلیم، عمل استوار کدام عمله؟ شما منکر را، بدی ها را، زشتی ها را جلوش بگیرید با چی؟ با معروف. یعنی یک کار بکنید که مردم خودشان بشن عاشق معروف. شما شنیدین قرآن باطن داره، باطنش باطن داره. ازل این مطلب، این موضوع رو میاره خلاصه در یک عبارت بسیار جامع و کامل میفرماید از صدا اون کار محکم و استوار و خدشه ناپذیر کدام کاره؟ دفع منکر بالمعروف، منکر با معروف جلویش بگیریم. یه مقدار حواسات هم جمع شد، میخوام بالاخره ریسترش بکنم انشاءالله. یه صلوات بفرستیم. اللهم بدانیم در شام خیلی علیه آقا امیرالمومنین صحبت شد. شام میگن 70,000 منبری، 70,000 منبری، تاریخ هم جوری میگه. حضرت امیر بد معرفی کردن. حتی وقتی حضرت در مسجد کوفه ماه رمضان سال 40 به شهادت رسید، یه عده گفتن علی چطوری در محراب به شهادت رسید؟ کشته شد. یعنی اینقدر تبلیغات منفی بود. یک نفر با این ذهنیت از شام آمد مدینه. اتفاقا آقای امام مجتبی هم خوش لباس بود، هم لباس مرتب می‌پوشید، هم خیلی زیبا بود، فوق‌العاده، هم اون وسیله نقلیه‌ای که ازش استفاده می‌کرد مرتب بود. می‌دونید بعض وقتا طرف یک موتر خیلی مثلا به هم ریخته سوار میشه، بعض وقتا موتر مرتب. اون زمان ها از اسب و استر و خلاصه قاطر اینا استفاده میکردن. اون حیوان هم که از دست سوار شده بود خیلی مرتب منظم بود. این آدم خدمت شما میشه که شامی وقتی آمد داخل مدینه، حضرت تا داخل سرک دید، سوال کرد کیه؟ گفتن که پسر علی ابن ابی طالب. او یک کم قاطی کرد، این فکر کرد که خلاصه پسر حضرت ابو طالب، در حالی که پسر علی ابن ابی طالب بود. الان اوناش باشه داخل روایت صحبت های تون بکرد. از اون طرف خیلی ناراحت شد، دید صحنه را، گفت ای علی اینجور پسر داره؟ این زیبایی رو ببین، این هیبت رو ببین، این وضعیت خلاصه که درش قرار داره. معلوم بود معنویت و شخصیت علمی و خلاصه اخلاق همه داشت جلوه میکرد. پیغمبر فرمود اگر عقل به شکل مرد بود اون مرد امام حسن بود. تا اینا را دید شروع کرد و بد و بیرا گفتن، تعبیراش خلاصه ایش تو ذهنم هست، خلاصه خیلی حرفای تندی گفت. از رب همطوری که نگاه میکرد بهش گفت که اگر مسافری، ما آمادگی داریم، خانه با امکانات داریم، از شما پذیرایی میکنیم. اگر کسی به این ظلم کرده، حاضریم از حق تو، از حقوق تو دفاع بکنیم. اگر آدم دیگه احتیاجی داری، مسائل مالی، خلاصه ما حاضریم هوایی دیده برآورده بکنیم. یک کاری کرد حضرت، یک جوری برخورد کرد که این آدم منزل آقا آمد. حالا چند روز بود نمیدونم، یکی از حرفاش این بود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا خودش میدونه که رسالت و مسئولیت را به عهده یکی بگذاره. آقای مدام توش اشعارش را اشاره داشت، یعنی این کارا را هر کس نمیتونه انجام بده. موقع رفتن گفت که وقتی وارد مدینه شدم هیچ کس به اندازه شما
در دلم دشمن نمیدونستم. آقا الان هیچ کس به اندازه شما در قلبم دوست ندارم. حضرت میفرماید حرکت قوی اون حرکتی است که منکر با معروف دفع بشه. لولا دفع الناس بعضهم به بعض لهد متصوام و بیا و مساجد یذکروا فی اسم الله کثیرا. دفاع نباشه همه چیز از دست میره. منتها تنها دفاع نظامی نه، دفاعی با اخلاق. یعنی آقا در عمل اثبات کردن که چطوری دشمنی را تبدیل میکنه به دوستی. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوک انه ولی حمیم. حضرت فرمود این صداد که در قرآن آمده، این استواری که در قرآن آمده، یعنی دفع منکر به وسیله معروف. سنگرایی را که امام مجتبی داخلش مقاومت کرده و مراتب ارزشمندتر است از سنگرهایی که ما فقط در قالب نظام و جنگ و خدمت شما علمشه که مبارزات جسمی و فیزیکی میبینیم. شخصیت امام مجتبی است. لذا پیغمبر فرمود اگر عقل به شکل مردی بود اون مرد امام حسن مجتبی بود. اونایی که خسته نشدن یه صلوات بفرستن. الله من یک جریان را عرض میکنم. رسانه ها بعضی ها زحمت کشیدن آمدن، خلاصه جلسه آقای امام حسن مجتبی است. جناب عثمان دستش باز بود، یعنی معروف به عثمان غنی. این جریان را که نقل میکنم در تاریخ میتونید پیدا بکنید. در کنار مسجد النبی، یعنی جایی که الان مدینه قبر پیامبر بزرگوار اسلام است، انشاءالله خدا نصیب هممون بکنه، مسجد النبی یکی از فضاهای واقعا استثنایی جهان اسلام است. مثل کربلا، مثل خلاصه نجف، مدینه صفایی داره، فرودگاه وحی. در کنار مسجد النبی نشسته بود. خب عثمان غنی وضعیت مالیش خوب بود، کمک میکرد به فقرا. یک فقیر آمد از ایشان تقاضای کمک کرد. فقیر آمد تقاضای کمک کرد. آیه قرآن هم میگه اگر در راه خدا یه چیزی رو به اصطلاح بدی تا 700 برابر که یک ثواب داره بیشتر هم میشه. ایشان خلاصه 5 درهم پول داد به فقیر. 5 درهم پولی کمی نبود، یعنی پولی خوبی بود، منتها طرف مشکل داشت. گفت که تشکر کرد، گفت که مشکلم با این مقدار حل نمیشه. کنار مسجد النبی شما خلیفه پیغمبر، خلاصه میشه مرا راهنمایی کنین یک جایی که بیش از این بتانه به من کمک بکنه و مشکل مرا حل بکنه؟ واقعا بعضی وقتا ظلمه، ظلمی به تاریخ اسلامه. خب بالاخره فردا میلاد آقای امام حسن مجتبی، چرا تو سخنرانی یا بالاخره در مجالس ما گفته نمیشه؟ عثمان غنی خلیفه سوم مسلمین کنار مسجد النبی به فقیر کمک کرد. فقیر گفت که من مشکلم حل نشد. گفت مرا یک جا راهنمایی بکن که مشکلم حل بشه. جناب عثمان نگاه کرد یک گوشه مسجد امام حسن نشسته، امام حسین نشسته، دو تا برادر، شوهر حضرت زینب هم نشسته. اسمش چی اگر گفتین؟ ماشاءالله عبدالله جعفر. آقای رضایی اینا بالاخره شایسته خدمتشون که جایزه بودن دیگه، حالا اونجا که جایزه دادید. شوهر حضرت زینب عبدالله نشسته. جناب عثمان فرمودن که آقایی که من بهت کمک کردم، اگر بخوای بیش از این دریافت بکنی برو اونجا. به راهنمایی جناب عثمان رضی الله عنه این فقیر آمد خدمت امام حسن مجتبی. خوب دقت کنید، من به این نتیجه رسیدم که باید این چیزا رو ریز بکنیم تا مردم آشنا بشن. آمد خدمت امام حسن مجتبی، گفت آقا مشکل دارم، درخواست کمک کرد. حواستان جمع باش. حضرت فرمود که برادری که دنبال کمک هستی، اولا کمک گرفتن از دیگران خوب نیست. پیغمبرم
وقتی آمد مدینه، مردم مدینه خیلی کار کردن، خیلی فداکاری کردن. بعد یک روز آمدن گفتن که یا رسول الله یک سند به ما بدیم ما بهشت بریم. آخه میدونید مردم مدینه خانه هاشون میدادن به مهاجرین، آقایان علما اصلا خودشون بیرون خانه زندگی میکردن، الان که اینجوری نیست. کشاورزی، دهقانی، خرما هاشون که جمع میکردن نصفش میدادن به مهاجرین، نصفش مال خودشون. یعنی کجا اینجوریه؟ کربلا ایام اربعین مردم عراق مسافرها رو داخل خانه هاشون میبرن، چقدر ازشون تعریف میشه. حضرت فرمود که بعضی مردم مدینه آمدن گفتن یا رسول الله امضا بکن ما بهشت بریم. حضرت همجوری فکر کرد، فکر کرد، یه چوب دست مبارکش بود، یه لحظه فکر کرد، بعد سرش بلند کرد، فرمود که باشه من حاضرم شما را ضمانت بکنم بهشت برید. یکی فرمود ان لا تسألوا الناس شیئا، از مردم چیز طلب نکنید. آخه چیز طلب کردن خوب نیست، یه وقتی آدم مجبور میشه باید طلب بکنه. خوب دقت میکنید؟ بعد از بعد فرمود که اعینون به طول سجود، اگر میخواین بهشت برید من را کمک کنید، من که ضامن شدم سجده های طولانی انجام بدید، یعنی اهل عبادت هم باشید. این فقیر که آمد، امام مجتبی فرمود که برادر، درخواست کردن، کمک گرفتن روا نیست مگر در یکی از سه مورد. اینجا اشکال نداره. یک، برای ادای دیه خونبها آدم تکر میکنه بدونی قصد، یک کسی میزنه با موتر میکشه. خب بالاخره دیهش باید بده دیگه، نیست؟ اشتباهی تیر یک کسی رو میکشه. درسته تو جهنم نمیری، اما پول او رو باید بدی به خاطر اینکه نانآور خانه‌اش چی شده؟ از بین رفته. حضرت فرمود اگر کسی اشتباهاً یا قتلی رو انجام بده، اشتباهاً و نه قتلی، هم قتلی هم باید اعدام بشه. حالا میخواد دیهش بده نمیتونه، اونجا میره کمک طلب میکنه از مردم. یه، دو، بدهکاری. یه جور قرضدار شده دیگه، حالا از پس قرضش برو نمیه. فرمود اینجا هم جای کمک گرفتنه. دو، سه، خیلی درمانده شده باشه. این واقعا از نظر زندگی به نقطه صفر صفر رسیده باشه. حضرت فرمود غیر از اینا از کسی کمک نگیریم. گفت حالا شما بالاخره از ما کمک طلب بکنیم، کدام اینو هست؟ بنده خدا گفت که منم در یکی از این سه چیز گرفتارم. یعنی دیگه حضرت راه را بهش نشان داد، گفت که اگر از این سه تا هست حق داری کمک بگیری، ولی نباید کمک بگیری. گفت آقا منم گرفتارم از یکی از این سه مورد. حالا کدامش بوده اونش تاریخ نیامده، حالا من سندش هم معلومه. تا این مطلب از حضرت مطرح کرد، اونم گفت ولی آقا یکی از این سه مورده. خود آقای محسن مجتبی دقت کنید 50 دینار بهش داد. آقای مصباح تشریف دارن، جناب عثمان 5 درهم داده بود. درهم نقره یعنیست، دینار چیه؟ اینا رو تو تاریخ میخونید دقیق بخونید. 50 دینار داد، یعنی پول طلا. الان شما مثقال نقره رو ببینید، مثقال طلا رو ببینید، درهم و دینار. امام حسین علیه السلام 49 دینار داد. شد چند؟ 99. عبدالله جعفر شوهر از زینب 48 دینار داد. شد چقدر؟ 100 و بگید 47 دینار. جناب عثمان اونجا تشریف داشتن، فقیر برگشت، خوشحال برگشت، مشکلش حل شد دیگه. تشکر کرد. ایشان هم پرسید چیکار کردی؟ فقیر گفت خلاصه شما ما رو راهنمایی کردی، منم مشکل داشتم رفتم اونجا، از من این سوالات کرد. بعد از این سوالات، یعنی شما میدونید آقا یه سر و صورت داد به این درخواست، طرف موجه کرد نکرد که آقای درخواست تو چطوری، شخصیتش کاملا حفظ کرد. بعد خلاصه از من این سوالات کرد، منم جواب دادم، بعد اینقدر به من کمک کرد. بعد گفت بله مشکل منم حل شد، حالا آماده این. یعنی واقعا بعض وقتا ظلم داره میشه. جناب عثمان رضی الله عنه فرمود و من لک بمثل هؤلاء الفتیه. شنیدین لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفخار. فرمود
از کجا مانند این جوان مردا پیدا میکنی؟ و من لک، کجاست برای تو به مثل هذه الفتیه، اینجور جوان مردا؟ امام حسن رهبر، پشت سرش آقای امام حسین، آقای علما نشستن. روایت داریم تا امام حسن زنده بود، امام حسین در هیچ جا قدم از امام حسن جلوتر نمی گذاشت. تعظیم الله. ایشان 50 دینار داد، امام حسین 49، شوهر از زینب عبدالله 48. بعد جناب عثمان ادامه دادن، اولئک فتم العلم فتما، فرمود اینها کسانی هستند که در علم و فضیلت نظیر ندارند، یعنی علمشان استثنایی است، با دیگر قابل مقایسه نیست. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد. آقا را اگر بخواییم بشنسیم اینجوریه. خب وقتمون داره تمام میشه. بعضی وقت آدم پول نداره، خب اون لحظه آقای امام حسن مشتبه دستش باز بود دیگه، 50 دینار داد، امام حسین هم داشت، خلاصه حضرت عبدالله هم داشت، شوهر حضرت، یه وقتی آدم پول نداره. شعر معروف است، قصیده تائیه، دبل خزایی در رأس در معرفی ائمه فرمودن، خدایا آتشم را تیزتر کن، دلم از عشقشم لبریزتر کن، که آنها منزل احسان و تقواست، مقام عشق و امید و تمناست. خلاص شعر معروفه. بعد یه جایی میرسه میگه در یک آب دستهای با مروت کنون خالی بود از مال و ثروت. بعضی وقتا دستشان چیزی نبود، اونجا چی کار میکردن؟ اینم بگم و دیگه وقت اذان داره میرسه. یک کسی آمد خدمت حضرت، فقیر بود، خدمت شما عرض میشه که تقاضای کمک کرد، عزت چیزی نداشت. حالا در زمان یکی از خلفا بود، نمیدونم شاید خلفای بعدی بود، بالاخره از زمان حیات آقای امام حسن مشتبه بود، عزت چیزی نداشت. فقیره وقتی عزت دید حالش خوب نیست، گفت که من چیزی دستم نیستم، منتها یه راهنمایی میکنم بهت. گفت که دختر خلیفه فوت کرده، الان خلیفه عزاداره، برو پیش خلیفه این جملات رو بگو. میخوام خوب گوش بدی، بگو چی؟ الحمدلله الذی سترها بجلوسه، بجلوسه که علی قبرها، ولا هتکها بجلوسها علی قبره. گفت که اینجوری تسلیت بگو، خود تسلیت گفتن فرق میکنه. گفت خدا را شاکرم که دختر از زیر سایه بزرگی و عظمتی تو از دنیا رفت و تو بر قبری اون نشستی و مجلس فاتحه براش گرفتی، نه اینی که تو میمردی و دخترت میامد بالاخره بالای قبرتون مینشست. نحوه گفتار حضرت بهش یاد داد، گفت اینجوری بگو خلیفه بهت کمک میکنه. خلاصه رفت اینجوری صحبت کرد. الان عرض کردم دقیق به تاریخ نبود و منم وقت نکردم پیدا بکنم که کدامی از بزرگان بود، علاقلال یک از شخصیت های مدینه بود. وقتی اینجوری صحبت کرد احساسات او تحریک شد، عاطفه‌اش اومد بالا، گفت چه جمله قشنگی گفتی، غم خلاصه از دست دادن دخترش سبک شد. گفت که این سخنان از تو بود، از خودت بود یا نه کسی به این یاد داد؟ او فقیرم میدونین در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. گفت نه حقیقتش از خودم نبود. گفت که امام حسن مشتبه به من یاد داد. خلیفه بهش گفت فهمیدم این سخن از کسی است که اونها معدن سخنند، اونها شیرین ترین بیان دارن، رساترین بیان دارن. یه پول خوبی هم به فقیر کمک کرد. اینه که در روایات داریم اگر اینا را آدم نشناسه ضرر کرد. عقل مجسم امام حسن مجتبی علیه السلام. دیگه وقت زیاد نداریم، میخواستیم بیشتر صحبت بکنیم دیگه تمام شد.
یک دقیقه حدیث آخر رو از هم التماس دعا. اگر خسته این نمیخونم ها، اگر آماده هستید شاید دو دقیقه طول بکشه. این هم از اون نکاتیش برجسته است. اونایی که خسته نیستن نمیگم صلوات بلند بفرستید، فقط صلوات بفرستید. اینه واقعا باید تو موبایل ها مانا تنظیم بکنیم، منتقل بکنیم. خدا کی را خیلی دوست داره؟ پیش خدا خیلی عظمتی کی بالایه؟ کی میفهمه پیش خدا که عظمتش بالاست؟ ما میتونیم بفهمیم. یه روز پیغمبر به مکه، ما میتونیم پیغمبر نزدیک مکه به دنیا آمده، مولد النبی در مکه نزدیک خانه خداست، خانه پیغمبر به دنیا آمده. الان هم کتابخانه است، مکتبه تو مکه المکرمه. اونه که مکه رفتن الان محل مطالعه مردم است در مکه. پیغمبر از خانهش آمد مسجد الحرام، یه نگاهی کرد به خانه خدا، فرمود مکه تو خیلی بزرگی، خیلی محترمی، اما مؤمن احترامش پیش خدا از تو بیشتره. امام حسن مجتبی میگه اگر میخوای بفهمی پیش خدا که ارزشش بالا است، من علامتش به این میگم. الان نشستیم فرمود که اعرف الناس به حقوق اخوانه و اشدهم قضاء لها. کسی که حقوق مردم زیاد میشناسه، آقا بابام به من چه حق داره، مادرم به گردن من چه حق داره، استاد به گردن من چه حق داره، همسایه به گردن من چه حق داره، هم مباحثه هم درس، اینا رو باید بشناسیم دیگه. وطندار، اینا یک حقوقی دارن ندارن. حاکم، رعیت، اینا حقوق دارن به گردن هم دیگه. حضرت فرمود هر کی این حقوقا رو زیاد بشناسه، خبرنگار چه حق داره، پژوهشگر چه حق داره، زنها چه حق دارن، اطفال چه حق دارن، پیرمردا، پیر زنها. حضرت فرمود اعرف الناس به حقوق اخوانه، کسی که حقوق مردم خوب میشناسه و بعد برای انجام و اجرای حقوق اینها اشدهم قضا ان لها. حالا پدرش حق داره، حق پدرش ادا میکنه، همسایه حقش ادا میکنه، استاد حقش ادا میکنه، اشدهم قضا ان لها. فرمود این آدم از همه بیشتر پیش خدا مقام داره. اعظمهم عند الله شأنا، بالاترین شأن اینا پیش خدا داره. بینی و بین الله، همین یک جمله یک شهر آباد نمیکنه به نظر شما؟ همین یک جمله شهرها را آباد میکنه. رمز عز و شرف ماه سیام است حسن، بس دیگه. رمز عز و شرف ماه سیام است حسن، رهبر صلح و علمدار قیام است حسن. گرچه در فرش بود تربت او کعبه دل، به خدایی خدا عرش مقام است حسن. بلا پیغمبر نمی فرمود که اگر عقل به شکل مردی بود اون مرد امام حسن مجتبی بود. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و لبا راجحا و عزا باقیا و قلبا زکیا. خدایا فرج آقا جان ما صاحب الزمان برسان. حوائج همه دوستان حضرات معصومین، ملتمسین دعا، مد نظره ها، مراجع عظام تقلید حضرت آیت الله سیستانی مخصوصا، علمای خدوم، واسطه های خیر، اونایی که در همه عرصه ها به یاد ما هستن، در این مجلس هم ما را یاری کردن، بانیان این مجلس، خدمتگزاران این مجلس باشکوه، شما شرکت کننده ها، خدایا خودمان عوائج همه را برابرده به خیر بگردان. در رأس همه حوایج آقا و مولا من صاحب از زمان، خدایا از هر جهت همه جانبه برابرده بفرما. گام های ما در مسیر قرآن، در مسیر معارف اهل بیت، عمل به قرآن، دستورات خودت خدایا، دستورات پیامبر، فهم و نشر و پخش معارف قرآن اهل بیت، گام هامون استوار بگردان جهت قبولی اعمال، آمرزش اموات، مبارکی این شب فرخنده و انشاءالله برآورده شدن حوائج بر خاتم انبیاء محمد صلوات.